سلام بر حسین. قربون لبت شنند. چاکرتم. قربون قلمت. جمال خود داش عبدالله رو. خیلی با صفتی داش عبدالله. یه فکر بکری کردم. میدونی چیه؟ هرچی حسابش رو میکنم میبینم با این کسبی که ما داریم نون حلال نمیخوریم. ببین کم فروشی توش هست، بد فروشی توش هست، یه مشتری راضی میشه یه مشتری ناراضی میشه. برای اینکه خرج و دخلمون جور بشه هزار جور حق و ناحق میکنی. حالا بعد یه عمری که جدن در جد ما شغلشون این بوده، میخوای بریم چی کارشیم؟ خونم نشیم. ای که به من صدای خوندن دادی. نازه رهنه بلندتر بیا. چی خیال میکنی پسر؟ باز ریش بذاری تا موفق بشی. برادر اگه دنبال هر کاری بریم از این بدتر نمیشه که. یه خود فکر کن، تو از اول عمرت تا حالا چند تا جوندار بی جون کردی؟ حالا چرا که وسیله نشیم و یه مش جوندار رو به وجود نیاریم؟ نه به قول بچه ها گفتنی، من که سوادم قد نمیده که بدونم تو چی میگی، اما هر چی باشه تو عاقلونه تر از ما فکر میکنی. نقشتو بگو، هر کاری بکنی من باهاتم، هر جام بری همراهتم. نوکرت عبدالله جون میدونم. میدونم که این دخل دیروزه. یه 200 تومن هم نسیه داری، 140 تومن هم از نسیه های قبلی رو آوردن. 100 کیلو گوش از قبل داشتیم، نزدیک 70 کیلو هم موجود داریم. بفرما، من از کجا بدونم که این پول حرومی توش نیست؟ بهترین راش اینه که دوکونو بدم آقا چما. قربونت برم، خود سایت از سر ما کیا نکنه. آدم باید ترقی کنه، ترقی، نه اینکه ترقی بکنه. آدم باید جلو بره، جلو بره. تمام حرفاتو قبول دارم، مخالفتی هم ندارم. حالا هم اومدیم و خواستیم، چی کار میتونیم بکنیم؟ دوکون مال ما شد. عبدالله جون، ما که از خیلی ها کمتر نیستیم. من 4 چیز از خدا خواستم، 2 تاش با خود خودشه، 2 تاش هم با کمک اونو همت خود ماست. خب پس من برم دره رو بکشم پایین و بریم محضر که دکونو به نام من بکنیم. حالا دست نگرده بابا ببینیم چی میشه آخه. بها ساکت باش بابا، دارم حرف میزنم. اون 2 چیزی رو که از خدا خواستم خودش بده. یکیش یه دونه بچه هست، یکیش هم اینه که تنمون سالم باشه. اما اون 2 چیزی رو که ازش میخوام یاریمون بکنه، یکیش اینه که به خلق خدا خدمت بکنیم، یکی هم اینه که کارهای بزرگتری انجام بدیم. قربونم مرامه، ما که همراهتی. نوکرت هم. اگه حرفاتون تموم شده بریم محضر که قال قضیه رو بکنیم. نه ترس آقا جواد، گفتم دکون مال توه، مال توه، حالا بذار کارمونو بکنیم. عبدالله جون جونم، خوشو برو قصاب خونه و کاراتو بکن. فردا بعد از ظهر میریم گاوداری باقری، میخوام با گاوداری شریک بشی. یک گاوداری بزرگ درست کنی. آفرین به هوشت. موافقم، تا فردا تو گاوداری. قربونت برم. نوکرتم. خدافظ. برو به سلامت، دست داری به همراه. خدافظ جوانم. امید خدا از پس فردا ما هم واسه خودمون یه جوون مرد قصابی. مگه تو حالا چی بودی؟ شکر قصاب. مچه میگم کما به من بیاید دست میگیرم. یکی من. آره بچی بیار جلو. های بابا چرا سوت و کور نشستین؟ پاشی تا سلام بر همگی. سلام و سلام. سلام به روی ما. قربون سلام چطور؟ قربون شما برم علمو. قربون تو برم. یالی چطوری مادر؟ تو پل من تو چطوری؟ قربون تو. چرا دیر کردی؟ والا یه کار خیری پیش اومده، رفتیم رفت رو جوش کردیم و اومدیم. چه کار خیری از کار خیری خودمون واجبتر؟ نه اون واجبتر بود. یه بابایی رو به خاطر 1000 تومن داشتم میبردن زندون، زن و بچهش آواره میشدن. نگفتم که علمدار عقلش بیشتر از وقت میده. خب حالا میریم گاهداری یه سری میزنیم. آقا باقری چشم برامونه. میبخشینه ما همین اصلا خدمت میزنیم. چشم هم بذارین اومدی. گوش کن رشید، تو پیش برای بچه ها باش، کباب حاضر کن به ما بیا. کباب درست کنی اومدی. حاضره. برو بریم. چشم خانوم. از چشم برو خوش کرده. نه تا سوارتا نمی کنیم. بریم آقا. تماشا کن و کیف کن. آخه چقدر از این حیوانا رو بکشیم و تو شکم خرق و لاو کنیم.
تازه مدیونم باشیم. اگه تمام زندگیمونو بفروشیم و تو این کار شریک بشیم، لااقل هم خدمتی کردیم، هم میدونیم که حلال و حرومی دیگه توش نیست. ما که خیلی وقت لنگ انداختیم. شاعر میگه آفرین به هوشت، قربون گوشت. ما که قبول داریم، توکل به خدا کن، دست به دست هم میدیم و میتازونیم. میبینی این حیوانا هیچیشون دور انداختنی نیست، مردشون هم ارزش داره. اما ما آدما چیمون به درد میخوره؟ یه عقل داریم که اونم گاهی به هزار جور کارهای غلط به کار میبره. ما که چاکرتیم، برو بریم کامراتا. آخه من دلم میخواد تمام زندگیمو بفروشم و تو این کار شریک بشم، اما یه ناراحتی دارم، اونم جریان هاجره. حیوانکی به خاطر اینکه بچه دار نمیشه خیلی ناراحته. اتفاقا وقتی آدم نیتش خیر باشه، خودم راه راست و جلو پاش میذاره. امروز یکی از بچه ها واسم تعریف میکرد که یه دکتر مخصوص از خارج اومده که خیلی سرش میشه، معجزه میکنه. چون من؟ تو بمیری والا. به خدا اونطوری که بر من تعریف کردن، بدتر از هاجرا رفتن پیشش و مالجه شدن. با اجازت فردا میخوایم عسکری رو مسلمونش کنیم. آدرسش رو میگیرم، وقتی اومدی خونه بهت میدم. پس به سلامتی ببر 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 ببر. اگه این دختر بچه دوا درمون بشه، از زخم زبون مردم راحت بشه، یه نینی کوچولو بیا تو زندگیشو از این ماجرا نجات پیدا کنه، من دیگه تو زندگی هیچ غمی ندارم. سلام آدم دار. سلام مجساده. آقا باقری کجاست؟ دیر کردین رفت خونه. شده که ایوون داری خطر داره، اما اگه بگیره از هر کاری استفادهش میشه. اونو که میدونم، اما تو قول میدی که اگه ما تو این کار شریک بشیم، سرنارسشی که داریم هدر نمیره؟ تو در بیامارز این ایمونو از کسافتشون تا مردشون هم دور انداختنی نیست. یعنی میخوای بگی تو خوب کاری میخوایم شریک بشیم؟ بله جانم. بالاخره هرچی باشه گاوداری از گاو کشیم بهتره. رشید رو کشته. کی؟ کجا؟ در کوچه، بچه های محل. برو بریم ببینم. خیلی مونده که برسی؟ چاره اولی. ببینم، نمیدونی سر چی دعواشون شده؟ چرا؟ نورت جون شما، رشید خانگاهی از اون نجسی ها میخوره. بعدم میاد سر کوچه با رفقاش به زن و دخترهای مردم مترک میگه. مترک؟ این دعواشون شده. رشید! شما ها خجارت نمی کشید، به شما ها میشه گفت مرد؟ ما چه تقصیر داریم بابا؟ خفه شو، بری گمشید. برو پیکار رشید، حیف تو نیست، این کار از تو بعیده. شما ها خجارت نمی کشید، مثل سگ و گربه میپرید به هم؟ جلال رشید رو بگیرید آقا علمدار، اون شروع کرد. آقا علمدار، به خدا تقصیر ما نبود، تقصیر رشید جون شما. آقا علمدار، حیف شما نیست که اسمتون روی این آقا پسر باشه. آقا علمدار با رفیقاش مشروب میخوره، به دخترهای مردم متلک میگه، دنبال ناموس مردم میفته. آقا که به خاطر شما نباشه بچه های محل آدمش میکنه. روتونو کم کنی، از شما بزرگترم هست که اگه کسی کار بدی کرد آدمش کنه. آقا علمدار، به خاطر احترام به شماست که ما چیزی نمیگیم. آب جو عرق میخوره، تازه میاد واسه ما شاخشونه هم میکشه. خیلی خوب، بس دیگه. شما هم مثل اونی، برید دنبال کارتون، حیا داشته باشین. شهر هرت برای خودتون درست کردین، خودتون میبرین و خودتون هم میدوزین. دیگه نشنفم چهار تا جوان محلتون رو هم واسه را برید دنبال کارتون. دفعه میگم بابا این پسره گرگره نکنی. برادر علمدار که بدی تو را نمیخواد، قباحت داره. یادت رفته از وقتی که پدر و مادرمون مردن، مثل یه پدر دلسوز ما رو زیر پر و بال خودش گرفت و بزرگمون کرد؟ تو میدونی چقدر زحمت ما رو کشید؟ حالا مگه چی شده؟ من تو کوچه با چند تا بچه ها دعوام شده بود که آقا با اون یالو کوپالش اومد و جلو همه کلافم کرد. اون از یه پدرم بیشتر برای ما زحمت کشیده، حق داره، علم داره، پیش مردم عزت و آبرو داره،
مردم روش حساب میکنه. تو نباید کاری کنی که نمک به حریم کرده بشه. نباید کاری کنی که باعث سرشکستگی علمدار بشه. علمدار خوبی تو رو میخواد. اون آزارش به یه مورچم نمیرسه. حالا چی شده که انقدری سنگ شوهر جونتو به سینه میزنی؟ ای خدا جلو من علمدار علمدار کنی. آسمون چه زمین نیومده که؟ ببینم آقا پسر، واسه کی آسمون به زمین بیاد؟ واسه تو؟ بچه نادون آسمون واسه حبیب خدا به زمین نیومد. میخوای واسه تو که حرمت کوچک و بزرگی رو خوردی و یا آبم روش بیاد پایین؟ بچه شرم کن، حیا داشته باش. باز چی شده؟ صلوات بفرستی؟ مادر جون، چی شده؟ چه خبره؟ هیچی بابا، هیچی. فقط برو یه خود اسفند و کندور واسش دود کن. تازگی آقا لالا، چی بگم؟ بگو، بگو. منو میترسونی؟ هرچی میخوایم بفرمایی. شما که علمدار اینا حرفتونم در رو داره. هرچی میخوایم بگیم. جلو دهانتو بگیر پسر. آخه تو دهانت بوشیر میده. با چهار تا شیویت که پشت لبت ثبت شده، با دو تا خط خون در نوشتن یاد گرفتن، خیال میکنی علامه ده شدی؟ نجسی که میخوری، به ناموس مردم که مترک میگیری، با هر کس و ناکس هم که نشست و برخواست میکنی، یه هو بگو کافری و راحتم کن، بی حیا. دروغه، دروغه، تازه کافرم که کافرم، منم مثل همه. خجالت بکش رشید، حیا داشته باش، دیگه شورشو در آوردی. حالا چیه؟ همه تو با هم همدست شدین و ریختی سر من. شما جوونا دین و ایمون تو وجودتون نیست. قدر زندگی رو نمیدونیم. به جای کلوم خدا بوی گند عرق از دهنتون میاد. واسه همینه که هیچی واسه تون نمونده. برو بچه، برو خجالت بکش. چهره تو راست میگی. من نجستم، بدم، پوکم. اگه خیلی نراتی از این خونه میرم. دور نشده مریض شدی؟ میری؟ غلط میکنی؟ بچه های بره تو کوچه چشم گوشتو وا کردن. اگه پات از این خونه بزنی بیرون قلم پاتو میشکنم. میرم. رشید بایسا بسن. رشید جون، رشید بایسا. وایسا رشید جون، کجا میخوای بری عزیز من؟ ما هممون دوست داریم. اینجا خونه خودته، اونجا این پدرته. بعد تو که نمیخواد قربون شکلت برم، از خر شیطون بیا. گیری کردیم یعنی چون؟ گوش کن مادر جون، رشید جوونه، جاهله، به راه میاد، خوب میشه. خونه تو کثیف نکن، عصبانی نشو. ننه، رشید برادر زن منه. اونم مثل هاجر برام عزیزه، خودم بزرگش کردم. پیش خدای خودم مسئولیت دارم. من دلم میخواد واسه خودش کسی بشه، سر و سامونی پیدا کنه. اما میترسم بچه کوچه نذارن. اگه خودت هم اولاد داشتی، از کجا معلوم که از رشید بدتر نمیشد؟ اون وقت با بچه خودت هم اینجوری رفتار میکردی؟ مادر، داغ دلمو تازه نکن. اگه اولاد خودم بود، از اول به دنیا اومدنش درست تربیتش میکردم. اما رشید یه بچه یتیم بوده که نخواستم زیادی بهش تندی کنم. حالا که آرزی به بچه دار شدن من و نوه دار شدن تو به دل هر دومون مونده. یا پسر پیغمبر، خودم بینوره، بچه میخوام. اگه بچم پسر بشه قلوم در خونت میکنم، اگه دختر بشه کنیز در خونت میشه. من بچه میخوام، دخیلتم، کنیزتم. نظر جلوی خودی و بیگونه روسیا بشم. اگه مرادمو ندی، اگه چراغ دلمو روشن نکنی، به جده سادات خودمو میکشم. دیگه طاقتم تاق شده. جلوی شوهرم که در حقم اینقدر بزرگی میکنه روسیام نکن. خدا حافظ ننه. به سلامت رشید جون، قربونت برم. سلام.
سلام آقای گولد. و چرا همچین میکنی بابا؟ مثلا چرا باری بابا قری؟ آره اگه دست کنی تو جیبم و یومیت رو ورداری و یه ما چمن بکنی آشتی آشتی میشه. من پول لازم ندارم دیگه، یومیم نمیشه. وایسا پسر، ما به تو بده کاریم، جیب ما هم جیب خودته. پولا رو کجا گشتم؟ نکنه ننه باز اینم اینه هاش بی خودی تو اومد زده بیرم. گفتم نمیخوام. بی خود نمیخوای، تو جای پسر منی، دوست دارم، دلم میخواد تابلوی دکتری تو خودم برای سر مرتبت بسرم. بگی خیلی ممنون قربون شما. حالا ماش خنده را داشت بخون دیگه جان. آشتی آشتی ایشالا بری تو کشتی. خدافز و سلامت، خوش اومدی پسرم. سلام ننه. سلام مادر، پولاتو بده واسط نگرد. تو اگه نگردار بودی مال بابامو نگرد میداشتی. اسم بابای خدا بیامرز تو آوردی. ناز تو برم. هاشر کجا؟ تو اتاق داره لباساتو اتو میکنی. مگه یادت رفته بعد بریم خونه آقا عبدالله؟ چرا میدونم. واسه همینه که سودو منم خونه. نگاه میکنی بجو. سلام. سلام سلام به روی ماهت بلند شو بیا ببینم. بیا تو بغل ما هموش بارا چقدر سنگینه. شنیدی که میگن چشای پاک و معصومه یه زن نجیب دریچه بهشت خداست؟ بی خود نیست که منم هر روز بهشت خدا رو تو چشمای قشنگ تو میبینم. دلم میخواد هیچ وقت غم و تو اون چشای ماهت نبینم. تو پل خوشگلم. جون علم دارم، خیلی بزرگی. اگه صد تو جون داشتم همهشو فدات میکردم. بازم که لب برچیدی. آخه دلگیریت از چیه؟ نکنه بازم کسی چیزی بهت گفته؟ بگو ببینم چیه. علمدار، از روزی که پامو تو خونه تو گذاشتم معنی زندگی رو تو خونه تو و تو بازوهای مردونه تو حس کردم. پشت و پرم بودی، هم پدرم بودی، هم شوهرم. اما آخه بی اما آخه. نگاه کن ببین بازم چی خریدم. هرچند قابل تو رو نداره ولی آیه ای که روشه به همه دنیا میارزه. پایینه نگاه کن، نگاه چرا بشن اونگه. چرا تو حالت نیستی؟ چی شده؟ ببینم نکنه از پیشکشی حاجیت خوشت نیمده. میدونی خونه ی بدون بچه مثل مسجد بی مهرابه، شکل قصال خونه سرد و بیرونه. من یه آرزو دارم. ای بابا این حرفا چیه خانم خوشگله؟ تا هم بالین منی، شریک زندگی منی، تو بول من. میدونم تو دلت بچه میخواد. خبر دارم که بیبی خانم آرزو داره بچه تو رو ببینه. خودم هم آرزو اینه که بچه تو رو ببینم و بمیرم. خدا نکنه گوه به پدر بچه که بیاد و زن آدم رو ببره. خدا نکنه. دو بره من. از زخم زبون مردم دیگه خسته شد. هر جا میرم میگن اجاقش کوره. بیا و برای اینکه دلم رو خوش کنی با ستاره خواهر عبدالله عروسی کن. بازم که از این حرفا زدی جیگر طلا. عرف باید به دهن بزبزی شیرین بیار. دیروز بدون اجازت رفتم زیارت، خیلی دعات کردم، ازش خواستم که تو رو از شر این زخم زبونا نجات بده. کسی که از بدبختی مردم لذت میبره هیچی نمیفهمه. به خدا هر دختری رو که بخوای خودم واسط خواستگاری میکنم. مخوام کیو؟ تو رو. عبدالله منتظره. برو لباساتو عوض کن و باز بریم خونه عبدالله. خط به سرونه یا را بیا. الهی که فدات بشم. بفرمی. مرسی. بفرمی. دهنتون شیرین کنی. دیشب تو ختن سرون به جون خودت از خوشحالی داشتم پر در می آوردم. نمیدونی مثل این که نوه خودم رو داشتم می دیدم. ساکت ننه. چی شد دوباره؟ باز که شروع کردی. با آخه جونم عزیزم، منم دلم خواد نوه‌مو ببینم. آخه مادر من عزیز من،
مگه تو فقط دلت میخواد نوه داشته باشی؟ مگه اون دلش نمیخواد بچه داشته باشه؟ آخه این میونه اون چرا باید با آتش بیگناهیش بسوزه؟ مادر جون، منم تو دنیا یه آرزو دارم. دلم نمیخواد که علمدار من نام و نشونی از خودش باقی نذاره. آخه همه مردم حرف درآوردن که علمدار عرضه بچه دار شدن رو نداره. حالا که منو مجبور کردی بذار یه حقیقتی رو بهت بگم. ببین، یه دکتر از خارج اومده که خیلی سرش خوشه. چیزی که هست نمیخوام به هاجر بگم. چرا؟ خب یه وقت دیدی کار خداست و نشد، نمیخوام بیشتر از این دلش بشکنه. حالیته؟ آره. با عبدالله رفتیم پیش دکتر، ازش وقت گرفتیم، قراره پس برده بریم پیشش. وقتی من جریانو واسه دکتر تعریف کردم قول داده که دو و درمش کنه، فقط تا پس برده چیزی به هاجر نگه. ای خدای بزرگ شکرت، آخرش نظر و نیازم و التماسامو قبول کردی، حاجتمو براورده کردی. قربون معجزت برم، یعنی به امید خدا من نوامو میبینم. آره میبینی ننه، میبینی. میدونی دکتره به هم 100% قول داده. معلومه که هاجر معالجه میشه، بچه دار میشه، اما جون من این تنه کفن کردی فعلا چیزی به هاجر نوکرتم. قربون تو برم، فعلا خدا. خدای نکرده اتفاقی افتاده. فدات شما قلم دار، داشت عبدالله یکی رو زیر ماشین کرده بود، کشته، بردن زندون. کشته یا جاده سادات؟ سب کن، اومدم. بودو بودو قلم دار. برو برو، ایشالا که خیر، غمت نباشه. سوار شو، برو برو. رشید مثل که مرغ از قفس پرید. نه، ستاره از دست رشید پرید. دلشوهر عبد جونت هم رقیب از آب در اومد. میدونستم کار به اینجا میکشه. حالا فهمیدم چرا واسه خواستگاری این دست مونده است. خب بس خودش میخواسته، میگن سیب سرخ بس دست چلا خوبه. هرچی باشه آق علم داره، اسمشو مردم میخرن، دخترها دوستش دارن. جان تو اگه منم جای دختره بودم خاطر خوش میشده. بس میگه بس میگه خشارت بکش، اینقدر نناک به زخمم نپاشی. اگه یه رفع دیگه اسم ستاره بیارین دندوناتون رو خورد میکنن. آقا عبدالله، آقا عبدالله، ما این چایی؟ سلام علیکم. سلام عبدالله جون. داشتم دغمرگ میشدم، اومدنت راحتم کرد. عبدالله تو اینجا؟ اومدیم ثواب کنیم، کباب شدی. زن همسایمون داشت میزایی، میخواستم برسونمش مریض خونه که این بلا سرم اومد. غمت نباشه، خب اون بیچارم دیگه عمرش به دنیا نبوده.
ناراحت نباش، بالاخره یه جوری ساختشو هم میاری. ای بابا، مردم ابن الوقت هم تا دیدن طرف رفت زیر ماشین همه بر ضد من شهادت دادن و گناهکار گناهکار وانمودم کردن. عیبی نداره، هرچی خدا بخواد همون میشه. آخه ای بابا بسه دیگه، حالا یه کاری نکن که آبجی دق مرد بشه. آخه اینجوریه که آدم پشت دستشو داغ میکنه که اگه یه مسلمونی ندید رو به قبله افتاده یکی که آبم تو حلقش ندید. میدونم رو غضبی حرفا رو میزنی، آدم قدم خیلی که برمیداره واسه رضای خداست نه واسه خلق خدا. تو نمیری اگه میتونستم همین الان آزادت میکردم. آخه یارو هم از اون آدمای پولدار بود. میدونم گرفتاری بزرگی داری، ولی به همین قبله که رو در روش وایسادم اگه میشد خودم به چاک میافتادم زندون. اگه همه مردم مثل تو بودن دنیا بهشت بود. نوکرتم. ببینم داداشی اون زن و بچه‌م داشت؟ به بدبختی اینه که زن و بچه‌م نداره، یه مش لاشخور ریختن دورش، تا دلت بخواد ارث خور داره. کاریه که شده، فعلا غمت نباشه، آخرش یه جوری میشه. بیرو درواسی کارماری داری بگو تا واسط انجام بدم. فقط یه خواهش ازت دارم، فعلا تا ما این توییم حواس جمع مادر عسکری و ستاره باشه، اگه کم و کسی داشتن واسه شون جور کن. رو چشم، از لحاظ اینا خیال تخت تخت باشه، من و تو نداریم. اگه اجازه بدی همه شونو میبرم خونه خودم. خلاصه کلوم میخوامه نجو زحمت تا حالا چیزی واسط نداشتم. ای بابا این حرفا چیه؟ وقت تمومه. چشم، خب خدافظ ستاره جون. وقتی آقلم داره هست غم نداشته باشی، انگاری خورم بالا سرتون. نوکرتم به مولا، خدا به سلامت. قربون تو یا علی. برو بریم آبچی، برو برو بریم. چیه؟ آقا علم دار، من تو این دنیا به جز خدا و شما کسی ندارم. از خدا میخوام که سایه شما را از سر ما کم نکنه. قصه نخور خواه، را بیوف را بیوف. بریم بریم. دروغه، دروغه، همه تون دارین دروغ میکنین. این حرفا چیه؟ چرا تهمت میزنی؟ آقا علمدار قراره با برادر ستاره حرف بزنه. حرف بزنه؟ اون علمداری رو که من دیدم شما هرم گول میزنه. آخه بچه جون این حرفا چیه میزنی؟ خجالت بکش، حیا کن، شرم کن. ببین با دوتا چشای خودم دیدم که ستاره رو سوار ماشین خودش کرد و برد. دوتایشون دل داده بودن و قلوه گرفته بودن. پسر جون آخه چرا داری پرت و پلا میگی؟ هیچم پرت و پلا نمیگم. شما خودتونم میدونین علمدار ستاره رو دوست داره. تو خونه عبدالله دیدین چطوری دوتایشون واسه هم عشقه میومدن؟ اصلا این فضولی ها به تو چه مربوطه؟ قسم میخورم که عاشقشه، ستاره میخودش، هر دوشون خاطر همو میخوان. آخه بچه از اینکه میونه این دوتا رو به هم بزنی چی گیره تو میاد؟ بس کن دیگه، جلو این دختره این حرفا رو نزن. آخه خجالت هم خوب چیزیه. بس کنه؟ تو میدونی واسه چی پسرت این دست اون دست میکنه؟ آره؟ بذار روشنت کنه، اون ظاهری هاجر میخواد، من میدونم که اون رو ستاره همدیگر رو میخوان. لا اله خیال میکنه دلش به حال هاجر میسوزه؟ نه نه به خدا دروغ میگه، من شاهد دارم. دو تا از دوستان دیدن که مثل لیلی و مجنون، مثل شیرین و فرهاد خرامون خرامون سوار ماشین شدن و رفتن. اون ستاره رو دوست داره، عاشقشه. میدونی واسه چی؟ ها؟ میدونی؟ واسه این که دلش بچه میخواد، میخواد ازش بچه دار بشه. آره آره جونم. شما خیال میکنی من هنوزم بچه‌ام؟ یعنی میگی علمدار با ستاره سر و سری نداره؟ یعنی میگی من هرچی با چشام دیدم خواب و خیال بوده؟ دروغ بوده؟ پروردگارا حالا فهمیدم که چرا به هم بچه ندادی. ازت ممنونم، هیچ وقت کارای تو بی حکمت نبوده و نیست. بفرم بفرم، اینجا خونه خودتون، بخورین بریزین بپاشین، قصه عبدالدارم نخورین، هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. نوکر شما هستم، بفرمایید.
سلام. ننه برات مهمون رو بود. باد اومد و بوی انبر آورد. چشم ما روشن. خوش اومدی. والا مادر واسه آقا عبدالله یه اتفاق کوچیکی پیش اومده. خواهرام رو بردم اینجا. دلم میخواد مثل یه دسته گل ازشون نگهداری کنی. ای به روی چه؟ بیرش نه. هاجر کجاست؟ والا اون بالا. هاجر. خیلی خوش اومدی. هاجر. آوردی منزل قدرتونه. هاجر. سلام. به سلام قربون زن خوشگل خودم برم. بیا ببین چند تا مهمون عزیز واسمون اومده. حتما ستاره خانومه. قربون اون هوشه. دلم میخواد بپرم رو دوشه. واقعا که زن چیز فهمی دارم. هیچ وقت نشده که حرف ناحق از دهن خوشگل در بیاد. من که خودم بهت گفتم ستاره رو بگیر. دیگه لازم نبود به هم دروغ بگی یا باهاش بری گردش. گردش؟ کدوم گردش؟ بعد از یه عمر که با هم زندگی کردیم و هم بالیم بودیم هنوز منو نشناختی؟ تو که مجالم ندادی. خودم بهت میگفتم آقا عبدالله زندونه. زندون؟ واسه چی؟ بیچاره یه نفر زیر ماشین کرده و کشته. ستاره اومد در دکون و به من خبر داد. با هم دیگه رفتیم زندون. خدا مرگم بده. منو ببخش. رفتم زندون. زن و بچهشو به من سپرد. بیا بریم. بیا بریم ازشون دلجویی کن. تا من برم شاید بتونم یه کاری واسش بکنم. بیا بریم. بیچاره بطول. بطول؟ بیچاره آقا عبدالله که تو زندونه. سلام هاجر خانم. سلام قربون قدمتون. میبخشیم مزاحم شدیم. دیار دارین خونه خودتونه. خب دیگه اینقدر تعارف تیکه پاره نکنی. هاجر جون دلم میخواد کاری کنی که غم تو دل اینا راه پیدا نکنه. قدمشون بروی چشم. خونه خودشونه. خب دیگه من باید برم. شاید به خواست خدا یه کاری واسه عبدالله بکنم. فعلا خدا به سلام. هاجر جون دیگه سفارش نمیکنم. خدا به شما. میبخشیم. طوری میشه دیگه. دیگه چی میخواستین بشه؟ بیارزگی خودتون. اگه من جای تو بودم با دختره فرار میکردم. وقتی پای رسوایی بیاد میون دختره رو بهت میدم. یه کلک دیگه راهش اینه که با یه حقه علمدار رو هوش کنیم که نتونه جلو مردم با تو قبقبش بیاد. باریکله به هوشت. آره جونم این بهترین راهیه که گفتی. جریان سوار شدن ماشین رو به همه میگیم و یه جوری سر زبونا میندازیمش. این نامردیه. اگه ستاره و خواهرم بفهمن دیگه روم نمیشه تو روشون نگاه کنم. برو بابا مدرک از اون زنده تر که هر سمون دیدیمش. حیف یه دوربین نداشیم. بلا عکسشونو میگیرم. آبجا تو بخو. یه نقشه ای واسط میکشم که هیچ مهندسی نتونه بکشه. با این که به هم ثابت شده علندار و ستاره هم دیگر دوست دارن ولی سر کلاس تو خونه هر جا که میرم قیافه ستاره رو جلو روم میبینم. آخ که اگه قدرت داشتم علندارو نابودش میکردم. آبجو تو بخور. سلامتی. سلامتی. پوشین چه خبرتونه؟ پوشین اینجوری زانوی غم بغل نگیریم. شب جمعه است. میریم سید نصرالدین یه سفره حضرت رقیه میندازیم. خودش مرادمونو میده. به امید خدا آقا عبدالله نجات پیدا میکنه. پوشین ببینم. ستاره جون خدا عوضت بده. تو تو خونه بمون مواظب بچه باش. باشه چشم. برای اینکه راحت تر باشی برو تو اتاق من یه لباس راحت بپوش. خب ستاره جون قربونت برم. خدا حافظ. قربون شما. ببخشین تنها میمونی. ناراحت نشی.
تام اینجا. دیگه فرمایشی نداری؟ نه قربون شما، میام درد خود میبینم. به سلامت. ننه؟ ننه؟ هاجر؟ شما ها کجایی؟ ما رو با شهدیم چی اقدر میده خریم شهده میده برم پس بدم. سلام آقا علمدار. سلام خانم خانم، جماعت کجا؟ شب جمعه بود رفتم سید نصرالدین صفری حضرت رقیه برسن. ده شما چرا نرفتیم؟ من به بهانه اینکه بچه رو نگه دارم موندم که حرفمو به شما بزنم. اشتباه نشدم، با من حرف بزنیم. باشه واسه بعد. نه دوست دارم حالا که دوتای تنه این حرفمو به هیت بزنم. دلم میخواد جوابمو از زبون خودت بشنم. نکنه زده به کردن؟ چی رو از زبون خودم بشنفی دختر؟ با میدونم که تو هم منو دوست داری و خاطر منو میخواد. خاطر تو رو؟ نمیخواد که اتمون کنی. اگه رود نمیشه چشو تو ببند و بگو که منو دوست داری. سخر الله را بیبت من حیا کن بچه، شرم داشته باش. یه چیزایی به هم گفتن، بیبیم خودش گفته که آرزو داره تو منو بگیری. دوست داشتن که عیب و عار نیست، مگه من چیمه؟ شرم داشته باش دختر، خودتو بپوشون. آخه ناسلامتی تو ناموس رفیق منی، تو مثل ناموس خود منی. عشق دوست و رفیق نمیشناسی، از بچگی میخواستم. بچه شیطون از خدا بترس، من نمکخور و نمکتون شکر نیستم. من به ناموس کسی خیانت نمی کنم، اونم رفیقم. زن و برق خواستن تو چش مرد میتونم بخونم. لا لا حیلا. بگو که دوستم داری. لا لا من به حد پرستش داری دوست دارم. ساخ آتش نشد میسوزم. برا کن شد دختر برخاریده. القصه داستان ما با آنجا رسید که سهراب جل رستم بزرگ پهلوان را به زمین زد و رستم در فکر چاره‌جویی افتاد و نیرنگی به خاطرش رسید و گفت رسم ما پهلوانان این نیست که اگر بار اول کسی رو به زمین بزنیم خنجر به روش بکشیم. سهراب که جویای رستم بود و خودش نقشه ای داشت که رستم رو پیدا کنه گفت حالا که تو رستم نیستی قبول میکنم. از روی سینه پدر برخاست و با رستم قرار گذاشت که فردا در میدان کارزار نبرد کند. محمدی ها صلوات بلند خط کند. شرمنده میکنی، خجالت میدی. سلامات بلند خط کنی. چاکر شما، خواهش میکنم، راحت باشید، چاکرم، کوچیک همتونم، نوکر همتونم، بفرمایید، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، سلام، چاکرم، قربون شما. به 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 همه جمعه، به به به، نوکرم هم کوچیک شما، قربون شما. خوش اومدی پسرم، خوش اومدی. اجازه بده، دستتو ببوسم. خواهش میکنم. قربون شما. برو بشین پسرم، برو بشین. چاکرم، قربون شما، سامانه کنم، نوکرتون، نوکرم. کوچیکم، بابا شهر بانده. به به به، نازم و برم، ناز گلم و برم. قربونت دارم، الهیه بوس بده، همو برم، نازش. و حالا روز دوم از پدو یل و پهلوان رو در روی هم در برابر لشکریان با هم ستیز می کنن. دانیش، نو کلوم عرض خصوصی داشتم. بروی چشم اطاعت می کنم. قربون چشت. مرشد با زحمت منو بکش، صلوات بلند بفرستی. محمد و آل محمد. اگر بار از دان ببستن سخت به سر بر همی گشت بدخواه بخت هر آنگه که خشم آورد بختشون شود سنگ خارا و کردار موم به کشتی گرفتن نهادن سر. آقا اجازه میدی بقیهشون من نخونم؟ چیه نکنه میترسی؟ نمیخوام همه چیزو بگم.
اما این مردم اینا بدونین که این علندار محل، این لوتی محل، این رستم محل اونقدرام رو راست نیست. این حرفا دروغه، بپیر، بپیغمبر دروغه. کنار این خوب گوش کنین. حالا من میخوام واسه تون نقد کنم، میخوام همه چیزو بگم. نصار چی داری میگی؟ چی؟ میخوام نقد کنم. باز نجستی کردی؟ کنید آقا هم دار خونه تو کثیف نکن، جاهله، کاهله، نمیفهمه، بیا بشین چایی تا با خور. بفهمی آقا هم دار، اون نمیفهمه بچه ها. بیشی جونم، بیشی نلم دار، بیشی مونم. نلم کنه مینه، اون که نمیتنشید مش بگیر. سر پاک خلق ما رو خراب کرد. من واسه یه کار خیری اومدم خدمت شما. عمر بفرمایید آقا علمدار. کیه که اطاعت نکنه؟ نوکرتیم آقا علمدار. قربون شما. لب مطلب عرض کرده باشم. رفیقمون آقا عبدالله یه نفر رو زیر ماشین گذاشته و کشته. آقا عبدالله. آره مرشه. آقا عبدالله خودمون؟ بله. جدی جدی یارو ما؟ طرف پیرمرد بود یا جوون بود؟ پیرمرد بود. زن و بچه هم داشته؟ نه. زن و بچه نداشته. ولی تا دلتون بخواد میراث خور داره. ما هم رفتیم اونجا، خوب که تعبیرمون نگرفتن، هیچی سبکمون هم کردن. وضع زندگیشون چطور؟ فقیر بودن، پولدار بودن، خیلی عیون بودن. یه مجلس ختمی واسش گرفته بودن نگفتنی، رومیز بساط ختم چیده بودن. ناسلامتی یه نفرم به قرآن گوش نمی کرد، همه تو فکر ارث و میراث بابا بودن. حالا من اومدم خدمت دوستان که با مرشد را بیفتیم و بریم اونجا یه جوری کلکشو بکنیم، چون من حال حوصله حرف زدن با این جماعت رو ندارم. هرچی هم بخوام من میدم، عبداللهی بیچاره که چیزی نداره. سلام. سلام. کی خونه است؟ دارم کجاست؟ کسی نیست، همه رفتن سفره بندازن. به خدا دوست دارم. درسته که همه میگن من جوان خوبی نیستم، برای همین هم تو از من بدت میاد، اما به خدا دوستت دارم، برات میمیرم، یه موی تو رو به تمام دخترای دنیا نمیدم. ولی اینجوری که نمیشه، تو اگه منو میخوای باید آقداداشم و آقلمدار اجازه بدن. من دیگه با آقلمدار به هم زدم. فهمیدم که اونا عاشق توه، برای همین هم که شده یه روزی انتقامم ازش میگیره. برو دروغ نگو، آقلمدار منو دوست نداره. اگه میخوای با هم عروسی کنی باید اونا رو راضی کنی. راستی نگفتی سر چی با آقلمدار به هم زدی؟ بازم سرتون. کار خوبی کردی، بذار بفهمه که تو دیگه بچه نیستی و یه پا مرد شدی. میدونم بالاخره یه روزی باس از این خونه برم. هر وقت بخوای بریم منم با هاتون. اگر راست میگی و با علمدار سر و سری نداری باید به حرفم گوش کنی. یه نقشه واسه علمدار کشیدم که تا اون داره یادش نره. منم با هاتم هر کاری بگی میکنم. سلام. چی شده؟ شماها با هم دعوا کردین؟ این میوه ها رو کی ریخته رو زمین؟ این لباس ها چی پوشیدی؟ اگه علمدار بفهمه که شما دوتا چپ به هم نگاه کردین، تیکه بزرگتون گوشتونه. حالا مگه ما با هم چپ نگاه کردیم؟ اینا ریخته بود من اومدم خونه. انگار دیر کردن آقایون. باور رو زیر کردن، کشتن، کجا دارن برن؟ حرفایی میزنین ها؟ بالاخره مجبورم بیام. هیچ چاره ای هم ندارم. زندونی دارم. خب حالا اگرم بیان ما چه جوری شروع کنیم؟ چی بگیم؟ این موضوع یه شرط داره. همه باید هوای کارو داشته باشیم و به این مفتیا دم به تله ندیم. بله آقا، باید دست بالا رو بگیریم و هر چی میتونیم اون مرحوم و بزرگش کنیم. حالا حالا نباید کسی رضایت بده. اول بیاین سهم ارثو برای هر کس معلوم کنین تا بعد. این کار یه شرط داره. ما باید از بین خودمون یه نفر رو انتخاب کنیم که وقتی اومدن فقط اون باشون صحبت بکنه تا حرف اون دوتا نشه. من که موافقم. اگه آقایون اجازه میدن جناب‌عالی نماینده همه ما باشه. بله موافقیم. یا الله ببخشید. با اجازه شما. برو تو. یا الله. بفرمایید. ببخشید. سلام عرض کردم. چاکرم، نوکرم. بفرمایید، صندلی بذاریم. بله. فرمودن صندلی بذاریم. بفرمایید. برو بشین. بفرمایید، بشین. بشین برو. یا امیر عرب. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. یا الله، یا الله. خب.
خب آقایون، فرمایشتونو بفرمید. بالاخره یکی چیزی گفت. والا ما با اجازه آقا علمدار واسه یه کار خیلی قدم جلو گذاشتیم. بله، امیدوارم خداوند و مفهومو بیامرزه. ولی چه بهتر یه کاری کنیم که روح پاکون خدا بیامرز عذاب نکشه. آقایون، من عقیده دارم ننه من قریبم و کنار بذارین و به روح اون مرحومم کاری نداشته باشین که خدا بیامرزه یا نیامرزه. ز مطلب کم کنیم، بر مبلغ بیفزاییم. خب داداش، روز اول میفرمودین که من اسباب زحمت آقایون نشم. خیلی خوب، بفرمایید چقدر باید تقدیم کرد؟ آخه اون مرحوم یه نفر دو نفر که ارث بر نداره، اقلن 50-60 نفر ارث خور داره. البته اینو باز بدونین که آقا علمدار ما خودش یه پا خدمتگزار مردمه، نمیذاره کسی پا رو حق کسی بذاره. برادر، لابد شما فکر کردین مفت و 500 میتونین رضایت بگیرین. معذرت میخوام جناب، شما مثل این که عوضی ملتفت شدین. اگه واقعا با حقیقت سر و کار دارین، باز بدونین که خون رو با خون نمیشورم، گناه رو با ثواب پاک میکنم. ما نمیخوایم به کسی باج بدیم، نمیخوایم حق کسی رو ضایع کنیم. ما میخواییم فقط یه بنده خدا را از زندون نجات بدیم و روح اموات شما را از عذاب نجات بدیم. و سلام آقایون، اجازه میدید من و فامیلم چند لحظه با هم خلوت کنیم؟ خواهش میکنم آقایون، بفرمید. بله بفرمید، بفرمید. درویش، دیدی بعضی از مردم چجوری عذاب کره میگیرن؟ به قول شاعر که میگه مرگ غنی مقدمه جنگ وارث است، رحمت بر آن کسی که بمرد و کفن نداشت. بله، رحمت به تو درویش. پدر بیامرزا مثل لاشخورا دور هم جمع شدن و این همه ثروت کمشونه، میخوان مرم بدوشن. عجب مردمانیان. من از رویدن خار سر دیفال دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها. آقایون، ما مشورت همونو کردیم، لب مطلب رو گفته باشیم، 300,000 تومان میگیریم، رضایت میدیم. با خدا پدرتو بیامرز آقا، زمینم این قیمت ها که شما میفرمایی نیست، مگه طرف زمین بوده؟ حالا 300,000 تومان ها، بالاخره روغن کرموشایی و زعفرونتون رو فروختیم. خلاصه مطلب آقایون، ما 200,000 تومان میدیم، سن نرم اضافه نمی کنیم. آشه، قبوله. قبوله؟ پس نه خیر، میخواستی قبول نباشه. شما تا فردا رضایت‌نامه رو حاضر کنیم، مام پولو. اما اینو بدونین که اینجور پولا از گروی کسی پایین نمیره. بفرمایید، بفرمایید آقایون، بفرمایید. مرشد، خواهش میکنم، بفرمایید. چرا، بفرمایید. برو مرشد. یاهو، بفرما. 300,000 تومان، یاد میکنم پول علف خرسه. ناک چی بگم، مصب. سلام. سلام به روی ماه. عجب دکتری پیدا کردی و منو بردی پیشش، معالجم کردی و بچه دار شدم. آ دکتر، کدوم دکتر؟ تو از کجا فهمیدی که من واسه دکتر پیدا کردم؟ سیا نکن، تمام حرفای تو و مادرتو شنیدم. همون دکتری که میگفتی تازه اومده. ای بلا، حالا دیگه باز ما گوش بارم. شوخی نکن. منو ببخش آخه حاجر جون، تو که نمیدونی چه اتفاق بدی برای عبدالله افتاده. پاک گرفتاره. مگه درست نشد؟ بعضی از این مردمم که رحم و مروت ندارن، تو نمیدونی من با چه چک و چونهی یه ایلو راضی کردم تا 200,000 تومان خونبها بگیرن و رضایت بدن. تازه یارو اگه عبدالله زیرش نکرده بود، دو روز دیگه خودش میمرد. بچه چی میشه؟ بچه میدونی کار عبدالله که تموم بشه، به روی چشم من و تو که پیر نشدیم، تازه اول شیطونی بوده کوپون من. آخه از دست سرکوفتایی مردم خسته شدم. ما رای خودمونو میریم، چی کار به مردم داریم؟ هر دومون جوانیم، به امید حق بچه دارم میشیم. الهی که من قربون توپلم برم. توپل توپل جان توپل، توپلی میگه، چی چی میگه، هرچی همچی 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 بخوره چون میخوره. جا راستی میخواستم بگم که من نمیخوام روم بیشتر از این طلوع رشید باز بشه، توی خود نصیحتش کن. صاحب اختیار من و رشید خودتی. قربون زن تو برم، بیرم الهی ناز تو برم، یه خود دراز بکشیم خستشیم، قربون قدش برم. نکن دیگه.
خلاصه با هر چک و چون زدنی بود با 200,000 تومان سرتشو هم آوردم و کار قضیه رو کندم. بعدش هم رفتم خونه رو گرو گذاشتم و پولو دادم و رضایت نامه محضری گرفتم، بردم پیش بازپرس، بناس قرارتو لغو بکنن، بعد یه سند میاریم و درت میاریم. آخه نوکرتم چاکره که قابلین حرفا نیست، حیفه 200,000 تومان نبود. چاکرتم من و تو که این حرفا رو نداریم. تازه یه نقشه دیگه هم واسهت دارم، ایشالله فرد و پس فردا که مرخص شدی میخوام یه جشن حسابی به پا کنم. ما زمین خوردتی تا دنیا دنیاست مدیونتی. خودت میدونی ما قابل جشن و مش نیستیم. تو برا من بیشتر از این ارزش داری آقا عبدالله، اما با اجازت میخوام یه جشن عروسی مشتی را بندازم. بیبی خانوم یه چیزهایی به هم گفته بود که آرزو داره بچه تو رو بیده. آبجی حاجرم که موافقه، ریش و قیچی دست خودته، تو اختیار تمام زندگی منو داری. بابا گلی به گوشه یه جماله، ما لونگمونو چلوندیم و انداختیم لبه بوم خوش بشه، واسه رشید گفتم. حاجر چه درمون بشه چه درمون نشه، میخوام جشن عروسی ستاره و رشید و را بندازم، بلکه این پسره که ما اون همه واسه زحمت کشیده و زحمت بشتادیم سر به زیر بشه. با بارو باش، من خیال میکنم که تو از خود دست و پا میکنی. خلاصه تو جون بخواه با که در بست در اختیارتی. راستم میگه اگه رشید و زنش بدیم و رو برم. با این که دوست برادرمه با چشم دیگه به ام نگاه میکنه. ای بی معرفت، حالا میدونم چی کارش کنم. موازه باشی و خود تو لونه بی. خیالت راحت باشه، درسم و فوتون با. بسم الله و بالله و فی سبیل الله الله سلام. خودش تو حالا 100 دفعه با زبان خودش بهم گفته که دوست دارم. میدونم. اللهم صل على محمد آل محمد. استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله. ببین لباسشونو کجا در میارن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الله اکبر سبحان ربی عظیم و حمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الله اکبر سبحان ربی اعلی و حمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الله اکبر سبحان ربی اعلی و حمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الله الله و برکات اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الله الله مادر به خدا دروغ مادر منو تنها نذار مادر علی دروغ مادر دروغ تو دوبر تو بزرگ شد شیر پاک تو رو خوردم من که لغمی هرون نخورده بودم به امونت کسی خیانت نکرده بودم اونم به رفیق خودم روحت شاد مادر به تنها گذاشت تو رو به شخصن داشته کربلا حلالم کن کسی که خدا رو بشنسه بدونه که حقه
ناموس کسی رو قربون رضای فشته میکنه. چرا اینطور شد؟ کاش من به جای تو مرده بودم مادر. از کجاییم از چه جاییم چیستیم در جان بغر چابی زیستیم جمع هستی را بزن برنیستیم از صبر تا خبر دارد کنم مرس ناکار و فاسق لعنات برنش بره آشیم بچه برنش 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 این چشای ما که به قیافه تو میافته بریم آقاریم بیا بریم آقا دیگه نگاه شکم از کسم دست خور بچه بابا چرا از من فرار میکنی؟ آخه بیا بیا بابا آخه یه خوردم به حرفای من گوش بدی آخه ناسلامتی ما رو تو حساب میکردیم بچه‌مونو رو زالود میشوندیم خجالت نکشیدیم مرد میدونم بعد از اون بختونا دلتون از من چرکینه اما به وحدانیت حق من به کسی خیانت نکردم من نمک خور و نمکتون شکر نیستم من بچه محل شما من با شماها بزرگ شدم آخه چطور ممکنه که من به رفیق خودم خیانت کنم نمک به حرومی دروغگویی فهمیدی دروغگو خیلی عوضی هستی تا کافر کافرتر هستی به خواهر دوستت خیانت کردی تو مادرت از قصه کشتی آره تو کشتیش راست میگه بابا من علم دارم من جارو کشه در خونه حسینم من غلام درگاه علیم چرا به من تهمت ناحق میزنی؟ تو ظاهر سازی میکنی تو دیگه بین لوچیات جا نداری روی مردای محله سیاه کردی اینقدر حق کشی نکنی من بدون شماها نمیتونم زندگی کنم شماها به من فرصت بدین من بهتون ثابت میکنم به علی ثابت میکنم باز هم وایستادی روزه هاشو گوش میکنین بریم بابا بریم آخه این رسم مسلمانی نیست حیا کنید شرم کنید ببین چی میگم اف که به هات نون و نمک خوردم و الا اون دوتا چشماتو از کاسه در میآوردم بیرون ناراحت نباش جوون میدونم بیگناهی یه چند روز برو زیارت دلت وا میشه دیدی دربی اینا همون مردمی هن که وقتی منو میدیدن تا زانو جلو خم میشه خونتو کثیف نکن خصلت مردم کوفه هنوزن که هنوزه تو خون بعضی ها هست نه درویش تقصیر مردم نیست تقصیر اونایی که بی آبروم کردن آخه چرا واسه چی در بسته دیگه آقا علمدار اینقدر خودتو ناراحت نکن از قدیم و ندیم گفتن دنیا تا از درد من غم زده آگاه خدا هم آگاه به بلهای پر از آه خدا هم خدا خدا هم
نامیدی واسه بودن، نتوانی واسه رفتن، تو یک نور امیده لحظه بی سبزش من، بسم روشین رو که رفتم همه صد بوده و دیوار، قصه شکفتن من همه بود روزن خواب، یه شکسته یه اسیرم میونه شاید و باید هستیم و باور ندارم، این یه رویات خوابه شاید، منم اون خسته یه تنها در ببین مهری کشیده، مونده تو سپوس وحشت با نفسهای بریده، چرا بدری که میکارم همه بوچه رستنی نیست، مگه این قفص خدایا قفل اون شکستنی نیست، یه شکسته یه اسیرم میونه شاید و باید هستیم و باور ندارم، چند شبه خوابای در هم بر هم میبینم، راستشو بگو علمدار طوری شده؟ یه خبرایی هست که میخوام به شما بگم. به خدا الونه نذر کردم یه هفته شب تا صبح ختم امن یا جیب براش بگیرم. اتفاقی افتاده؟ پس چرا انقدر به تتفت افتادی؟ یه موضوعی هست که من باید راجع به رفیقتون بگم، مسئله آبروی من و ستاره است. میدونم چه دردته، آقا علمدار همه چی رو واسم گفته، چند این دفعه ستاره رو واسه تو خواستگاری کرده. ستاره رو واسه من خواستگاری کرده؟ آره بچه، واسه اینکه سر به زیر بشی و دست از بعضی کارات برداری، قرار گذاشتیم وقتی من اومدم بیرون یه جشن عروسی واسه خب چی شد؟ کار آزادی عبدالله رو تموم کردم، امروز فردا دیگه آزاد میشه. حالا تا آبا از آسیا بیفته همونطور که گفتم یه زیارتی برو، زیارت آدمو سبک میکنه. نتونستم با عبدالله صحبت کنم، رشید داشت باش حرف میزن، حتما پیش اونم داره واسه ما پاپوش درست میکنه. اینقدر خودتو ناراحت نکن، توکل به خدا داشته باش، بالاخره هیچ وقت ماه زیر ابر پنهون نمیمونه. والا درویش مرهم دارم دیوونه میشم،
آخه چطوری میشه باور کرد یه مردی که تمام عمرشو واسه حق و حقیقت سینه زده یه دفعه اینجوری عوض بشه؟ اونم با رسوایی. اینا کار شیطونه، کار علمدار نیست. من اونو میشناسم، غلط نکنم یه کاسه زیر نیم کاسه. بریش برهم به دادم بره. چی شده؟ نجاتم بده. آخه چی شده؟ اتفاقی واسه هاجر افتاده، حرف بزن. چی شده؟ چی شده؟ اونم تنها گذاشتش رو رفت. علمدار دیگه کسی رو نداره. درویش، تمام گناهام به گردن منه. آره من، من به خاطر عشق به ستاره باعث این همه رسوایی شدم. من ای نمک به حروم حق نشتاد درویش دینی. من میدونستم علمدار بیگناهه. آخه نامرد نانوتی، آخه من به تو چی بگم؟ باید تو رو گاز. منم واسه همین اومدم اینجا. منم بکش، جونم رو بگیر، هر کاری میخوای بکن. من گناهکارم. حقشه که همینجا خودم قربونت کنم، ولی نعمت منو با اون همه آقایی رسوا کرد. کمرشو شکستی. آخه چرا؟ 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 هر کاری میخواین بکنین بکنین، بسوزونینم. بیا، من آرزو میده که قربونی نشم. مطل نکن، یالا زود باش منو بکش. من دیگه نمیخوام زنده باشم.
اومدی اونجا چی کار؟ اومدم که منو ببخشی. ببخشم، چی رو ببخشم، چی رو ببخشم؟ دیر اومدی هاجر، خیلی هم دیر اومدی. آلمدو، منو رشید اشتباه کردی، نفهمی، نادونی کردی. که هم بالین من بودی، تو که شریک غم و شادی من بودی، تو چرا، چرا داغ دارم کردی؟ چرا رسوای خاص عامم کردی؟ چرا به هم پشت کردی؟ یعنی تو هم یه اون به هم دروغ میگفتی؟ مثل همه مردم که با هیچ و پوچ همه به هم پشت کردن؟ هرچی بود گذشته، حاضرم هر کاری بگی بکنم. منو ببخش و زندگی رو از نو شروع کنیم. چی رو از نو شروع کنیم؟ درختی که خوش شد ریشش رو از بیخ و بن زدن، مگه میشه دوباره سبز بشه؟ مگه میشه دوباره جون بگیره؟ اون علمداری که مردم بهش احترام میذاشتن، جلوش تا زانو خم میشدن، حالا یه مرده یه متحرکه. علمدار دیگه مرده. برو، برو تنها بذار، این خونه جای زنده ها نیست. برو، برو، برو. عدود ستاره خوشایی، ستاره خوشایی، عدود. شما ها چرا از خونه علمدار اومدین؟ زمین و زمون و زیر پا گذاشتم، علمدار رو پیدا نکردم. چی شده که هر جا میرم تا مردم منو میبینن با هم پچ پچ میکنن؟ چی میخواستی بشه؟ همه مردم میدونن اون دوست جون جونیت آقا علمدار میخواسته به خواهرت. آره، اگه من نبودم کار از کار گذاشته بود. دروغ، این دروغ باور نمی کنم. این کارا از علمدار بعیده. راستشو بگو وگرنه به ولاگری می کشم. آخه من چه دروغی دارم که بگم؟ با این دوتا چشم خودم دیدم. نصف شب دختره رو لخت و بور کرده بود و میخواست آبروش. خفتشو آی ستاره، ای دختره بی حیا، راستشو بگو. مگه ممکنه که علمدار انقدر بی چشم رو با نامرد باشه؟ همه چیزی که زنده داشت گفت، من دیگه چیزی ندارم بگم. اگه دروغ گفته باشی واج به حالت، به خداوندی خدا می کشمت. مگه میشه علمدار با چشم بد به ناموس من نگاه کنه؟ اون صدام کرد تو اتاق بزرگه، منو تو بغلش گرفت، لباسمو از سرم در آورد. نمیدونم میخواست چی کار کنه که من دادو فریاد کردم. اگه به دادم نرسیده بودم. آره جون خودت، تو گفتی و منم باور کردم. خفه خون بگیر، دهنتو ببند، زبون دراز بی آبرو، تو لکه ننگ بایی در دو زمین پاک کنم. بگو که دروغ میگی، بگو که دروغ. نه، نه، هرزه کسافت، بگو که دروغ میگی. تو دروغ میگی، دروغ میگی، بگو. میگم جونت بالا بیاد، پیش از این که نفستو بگیرم بگو و راحتم کن. بگو. میگم، به خدا راستشو میگم، من عاشق علمدار بودم. از جونم هم بیشتر دوستش داشتم. هر کاری میکردم محلم نمیذاشت.
هر چقدر التماسش کردم بهش گفتم که دوستش دارم، بهم کم محلی کرد. یه روز که خودم رو بهش نزدیک کرده بودم، اون با کتک زدن من خوردم کرد. اون وقت تصمیم گرفتم که خوردش کنم. همین که فهمیدم رشیدم منو دوست داره، جلوش وانمود کردم که علمدار منو دوست داره، با هم نقشه کشیدیم. اون شب با نقشه رشید موقع نماز من رفتم تو اتاقش، خودمو لخ کردم، انداختم تو بغل علمدار. رشیدم رسوایی را انداخت، منم وانمود میکردم که علمدار میخواد بهم دست درازی کنه. تمام اهل خونه اومدن و ما رو دیدن. منم که عشق جلوی چشممو گرفته بود چیزی حالیم نبود. مادر علمدار وقتی اون وضع رو دید سکته کرد و مرد. زبون بریدم از فسرتا. شما های مرد حق و زنده زنده به گورش کردی، آبروش رو بردی. بیرحمه خون این بدبری که ما با هم برکنار. پروردگار، میدونم که خودکشی گناه، میدونم که قتل نفس گناه کبیر است، اما خودت میدونی که تمام درهای دنیا برون بسته شد. پروردگار، من دیگه یه مرده بی حرکت، من مردم، فقط راه میرم. من میخوام راه رفتن رو از خودم بگیرم. ای مردم، باعث رسوایی علمدار منم، منو گولم زدن، از را به درم کردن. به اذن الله، به اذن محمد رسول الله و به اذن علی ولی الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان آقا علمدار، تو رو به حق هر کسی که دوست داری، تو رو به حق اون کسی که میپرستی منو بکش. پیش از اونی که به دست برادرم کشته بشم منو بکش. نه علمدار، تو هیچ وقت نمیمیری. من گناهکارم، من باید کشته بشم.
تمام اون رسوایی ها رو من و رشید به بار آوردی. آخه من تو رو دوست داشتم، عاشقت بودم. وقتی دیدم تو عشق من رو زیر پات گذاشتی، له کردی. وقتی تمام آرزوامو به باد رفته دیدم، از روی نادونی با رشید، که اونم منو دوست داشت و میدونست که من تو رو میخوام، دست به یکی کردیم و اون رسوایی رو به بار آوردی. حالا هم دوست دارم به دست خودت کشته بشم. خوش آجی، خوش آجی. من دستم تا به حال به خونه هیچ جونداری آلوده نشده. اون کسی که باید بمیره مرده، حالا مرده و زدش یکیه. من از سر تقصیرات تو گذشتم، امیدوارم که خدام بگذره. دختره یه دیس بریده میکشم از تو. تو مرده به زندی این رزبات از تو منه خونه منم چیکار میکنی؟ آقا علمدار ولش کن. بیا منو بکش. بیا منو بکش جلوی بای همین علمدار. پس چی که میکشمه؟ اون جوونه، مگه ما تو جوونیم خطا نکردیم؟ من دلگیریم از اهل محله و از بزرگون محله، اونایی که خودشون عاقل میدونن. چرا نکشتش؟ خونش حلاله. من همه چیز رو فهمیدم، فهمیدم که چه آبر ریزی به پا کرده. همه چیز رو میدونم، نه تنها خون این حلاله، بلکه خون خودم و خون وادم فدای و مردونگی. همه چی تموم شده، کاری که نباید بشه شده. عبدالله، آب ریختن نمیشه جمعش کرد. اون علمداری رو که تو میشناختی مرد عبدالله. این وجودی که جلوی تو وایستده یه دیگه چوب خشک. عبدالله، علمدار مرده. نه علمدار، این حرفا رو نزن. تو همیشه مرد بودی و یه مردم میمونی. بگو چه کاری از دستم برمیام. بگو تا بکنم به خدای عهد و باعث شریک خودتم. همه چیم از دستم رفت. مادرم مرد، خونوادم به هم ریخت، رسوا شدم، مردم به پوش کردن. خلاصه عبدالله، دنیا واسم یه جهنم شد. فقط یه خواهشی ازت دارم رفیق. بگو تا جونم رو فدات بکنم. به مردونگیت هرچی بگی برات میکنم. به حساب مردم، علمدار مردونگیشو از دست داده. تو رو به مردونگی خودت قسم، هرچی بهت میگم بکن. انقدر نیش به قلبم نزن. فهمیدم بهت چی گذشته. روی من سیاه، جونم رو بخوا. به حق مولا اگه بگی بمیر میمیرم. اسم مولا رو وجودم رو سوزوندی عبدالله. بگو به مولا قسم هرچی بگم میکنی. من فقط یه خواهشی ازت دارم. سر بخوا، به ولای علی قسم، نامردم اگه ندم. میخوای چشامو در بیارم بندازم جلوی پاد؟ فدای چشات بشم عبدالله. من دیگه زبون زد خاصانم. من زندگیم تباه. من دیگه به درد زندگی نمیخورم. از تنها خواهش من رو تو زندگی قبول کن. به مولا علی دیگه روم نمیشه تو روی مردم نگاه کنم. ازت میخوام که خواهرمونو ورداری از اینجا ببری. نمیخوام مرگ برادرشو ببینی. تو چی داری میگی؟ عبدالله، تو به مولا علی قسم خوردی. مرد هیچ وقت قسم خودشو نمیشکنه. علمدار. فریب خورده مرم، نمش خور و نمک دوست شکن مرم، گول دشمن دوست نما رو خورده مرم. همون دشمن های دوست نما بودن که از من یک گناهکار ساختن. حالا پاک خودم رو گناهکار میدونم. دلم میخواد جلو چشم شماها، همه شماها،
در خونه علمدار که حق سروری و پدری به گردنم داره خودم رو قربونی کنم. تمام اون بدبختی ها و آورونزی ها رو من به بار آوردم، باعث رسوایی تو من شدم، اما فریب خوردم، رفیقای نواب از را بدرم کردن. آهای علمدار، بیا بیا و قربونی رسوایی ها تو ببین. من باید کفاره نادونیم رو بدم. من التماس نمی کنم تا علمدار از گناهان بگذره، می خواهم فدای ولی نعمت خودم بشم. آقا علمدار، گناهکاری گناه کرد و پشیمون شد ذکردارش، گناهکار پشیمون را نبخشیدن گناه باشد. آره تو پاک بودی و پاک هم هستی، فدای تو. به سلامتی آقا علمدار. انتظار من به سردار میاد، به شبم بوی سهردار میاد، میخوام از دستانی فریاد بکنم که امیدم من به سردار میاد، دار میاد، دار میاد، دار میاد. حالا دنیا چه قشنگه، نوکرش روشنه، این تبلد دوباره برای دل منه، این تبلد دوباره برای دل منه. روی ماه تو ببوسم، بلند شو عروس خانم، بلند شو ببینم بابا، خواب مبارک باشه، به سلامتی عروس و دوماد یه کم مرتب بزنیم. یاد شب عروسیمون افتاده. به شبم بوی سرداره میاد، خبر آمدن جلوه خورشید امید، به شب ظلمت من طلوع یک صبح سفید، خبر آمدن تا آمدن بوی بهار، به کبیر غربتم مثله معجز بعید، انتظار من به سردار میاد، به شبم بوی سهردار میاد، میخوام از خوشحالی فریاد بزنم که امیدم از سفردار میاد، داره میاد، داره میاد، داره میاد.